همه مرتب ذهن منو درگیر میکرد مدت هاست که ما باختیم. واقعا باختیم. چه وقت؟ وقتی که فرزندان ملت رو طبقه بندی کردن، وقتی که مدارس خاص رو به وجود آوردن، و وقتی که گفتن تو میتونی اینجا روش کنی، ولی متاسفانه نتیجهش بعد از سالیان شده که پست ها به کسانی رسیده که خاص بودن و خاص هستن، و بچه هایی که امروز ما میگیم نمره بهشون ندیم که خانواده ها متوجه بشن بی سوادن. عزیز من اینو درک میکنم که فرزند من نباید بی سواد بار بیاد، ولی بی سوادی به این نیست که یه فرمول ریاضی را یا تونست حل کنه یا نتونست حل کنه. بی سوادی به اینه که نتونه حقش رو بگیره، نتونه مطالبه گر باشه، نتونه مهارت کسب کنه. حالا فرزند من اومده تحصیلات عالیه رو طی کرده، حالا در به در دنبال کاره. کجا؟ پس ما باختیم و بعد هم باختیم. و چیزی که تزریق کردیم که اون سری هم گفتم، ترس تو جون نوجوانان و جوانان کردیم، همونجور که خودمون روزای اول با ترس اومدیم و هنوزم با ترس همراهیم که مبادا حرفی بزنیم کسی به قبای کسی بر بخوره و ما رو مات کنن، سانسور کنن و اصلا حذفمون کنن. تا زمانی که ما اعتقاد به ترس داریم، قرار نیست وضع ما بهتر از اینم بشه. وقتی که ما 1% جمعیت جهان هستیم و 9% ثروت در کشور ما هست، یعنی من نوعی باید برابر 9 برابر ثروتمند دنیا ثروتمند باشم تا زندگی کنم، و ما متاسفانه زندگی نمی کنیم. ما یاد گرفتیم بدویم که نمیریم، در صورتی که مرده ایم. ببخشید اینو میگم. وقتی که ما هدفمون، انگیزمون، ممنون، تواناییامون رو به مرور به خاک سپردیم و روش فاتحه خوندیم، چه فرقی داره امروز خورشید بتابه یا نتابه، ماه در بیاد یا در نیاد، یه روز دیگه من زنده باشم یا نباشم، ما لحظه دیگه ممکنه اصلا نباشیم. پس بهتره که ایستاده بمیریم. اگر ایستاده بمیریم، یه الگو خواهیم شد برای کسانی که بد تربیتشون کردیم. و پس بیاییم دست به دست هم بدیم تا نوجوان و نسلی رو که ما آسیبی زدیم نجاتش بدیم. و نمی بخشم خودم رو، من خودم رو به شخصه میگم و هنوز با این مسئله کلنجار میرم و احساس عذاب وجدان میکنم که چرا تو نتونستی دانش آموزت رو درست راهنمایی کنی. اگر دانش آموز من، چون مهمترین مسئله در هر جامعه آموزشه، کار نداریم خانواده چجور یا بقولن کتابا چجوریم، ولی اینی که من چگونه این آموزش رو انجام دادم مهمه. مهارت زندگی کردن رو چجوری به دانش آموزم یاد دادم، و اونان که متحول میکنن آینده ایران رو. و بیاییم دست به دست هم بدیم و قول بدیم که علاوه بر این که خودمون رو به آگاهی و بیداری